اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. در شرق میهنم خورشید چادر از ترس شب به سر کرد. وحشت از طالبان مرگ و جنون در دل شهرها گذر کرد. باز آمد امارت خونین روی کابل غبار مرگ رسید. جای گلهای سرخ کوهستان لجن ارتجاع و مرگ چکید. از مزار شریف تا زابل خون افغان به رود جاری شد. کار این ملت عزیز و بزرگ باز هم مرگ و انتحاری شد. کفتران از مزار می رفتند، گنبد عشق باز خالی شد. قندهاران ز بدر کامل ماه خسته شد، باز هم هلالی شد. پنج شیری هنوز میخوان شعر سرشار عشق و آزادی. دل ملت به عشق مسعودی زنده لحظه لحظه شادی. علیرضا نوریزاده، پنج شنبه چهارم شهریور ماه 26 ماه اوت، به شما سلام. ما امروز مهمان عزیزم دکتر سازگار است، ولی من یک خبر کوچیکی رو بدم. خیلی جالبه، این حمید نوری رو دارم محاکمش میکنن به عنوان یک قاضی بی شرف، مرگ رو مهر میکنه. یه قاضی دیگه هم داشتیم قبل از انقلاب، 4 سال یادم هست در اردبیل بود و چنان قدرتی داشت این قاضی، امن و امان شده بود شهر، نه خبری از اوباش بود، نه زمینخواران، نه آدمخواران، که شهر آرام. اردبیل نمونه، تالشی بود. بعد در آغاز انقلاب بعد نماینده مجلس، چون مردم خیلی دوستش داشتن، بهش احترام، و در اون یک دوره نشون داد که چقدر انسان آزادی هست و در و نمیتونه با این رژیم هماهنگ باشه و کار کنه، مثل خیلی از وکلای ما، مثل دکتر صادقی. من متاسف شدم وقتی شنیدم او خاموش شد. من نمیدونم به کرونا یا هر چیز دیگر. مرد بزرگی بود ابراهیم میرغفاری، روانش شاد باد و نامش زنده و جاودان. دکتر سازگاره عزیزم درود بر شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوریزاده و خدمت همه بینندگان. دکتر جان، بهتر از کرونا شد، چون وطنمون داره پوست میاندازه و بد نیست مثلا در این نیمه اول ما راجع به کرونا و نمایندگان در مجلس وزرا صحبت کنیم و بعد نیمه دوم رو میریم روی افغانستان و مسائل یکم بین رو میلد. شما خودت چه شنیدی از آخرین اخبار؟ چه هست این ماجرای فایزر و این ماجرای واکسن قلابی و این بساطی که داریم میشنویم، نامه پزشکان؟ شما چه خبرهایی دارید در این زمین؟
والا آقای دکتر نوریزاده، قصه غم‌انگیز کرونا که آمار رسمی در همین 24 ساعت قبل میگه که 40,000 نفر در کشور مبتلا شدن و عددی بین حدود 660 و الان اعداد به اصطلاح در کانال 600 و 700 مرگ رو گزارش میکنه و خود مسئولین وزارت بهداشت میگن این فقط اونهاییست که تست کرونا دادن مبتلاها و مرگم بعد از اونهایی که تست دادن فوت کردن رو ما میاریم و خودشون هم میگن این احتمالاً 1/4، 1/3، حتی 1/5 مبتلایان واقعی و مرگ تعداد واقعی مرگ. بنابراین میشه احتمال داد که الان در هر شبانه روز بیش از 120,000 نفر، 150,000 نفر به کرونا مبتلا میشن و از این تعداد عددی بین 2,000 تا 3,000 نفر، حتی 4,000 نفر فوت میکنه. وحشتناکه. یعنی سازمان بهداشت جهانی هم در گزارشی گفت که ایران یکی از بدترین هاست. این سویه دلتا که به ایران رسیده داره کشتار میکنه و اگر مردم واکسینه بودن، 60-70% مردم دست کم واکسن داشتند، ممکن بود که 10-15% چون مبتلا بشن ولی خفیف بود و مرگ در بین اونها حتی زیر 1% بود، بین اونهایی که میگرفتن، آماری که در کشورهایی که واکسینه شدن نشون میده. ولی به دلیل اینکه مردم ما بی‌دفاع هست و 5% مردم 2 دوز واکسن زدن و حدود 13% مردم یک دوز اول رو زدن، اون هم واکسن عمدتاً سینوفارم چینی که باز آمار و مطالعه نشون میده که کسایی که زدن حتی هر 2 دوز سینوفارم رو در مقابل دلتا 50% مبتلا میشه، یعنی نصف نصف میگیرن، در حالی که این عدد مثلا در مورد کسانی که فایزر یا مادرنا زدن زیر 10% یا 10-12% حداکثر که عرض کردم، تازه اونا هم خفیف میگیرن و ممکنه 1% چون منجر به فوت بشه، اونم کسایی که بیماری های زمینه‌ای دارن، به خصوص مثلا بیماری های سیستم دفاعی بدن مثلا MS یا ریه و غیره. بنابراین آنچه که داره در ایران میگذره یک نام داره، اونم جنایت آقای خامنه‌ای و همین آقای مخبر که الان معاون آقای رئیسی شده و اعوان و انصارشون، البته آقای نمکی و روحانی و همه اونا هم شریک جرمن و به موقع واکسن نخریدن، سفارش ندادن، مردم ما رو بی‌دفاع گذاشتند و متخصصا پیش بینی میکنن که 2/3 ملت ایران میگیرن سویه دلتا رو و اومخ یک به اصطلاح ایمنی جمعی میشه، اونایی که بعد بمیرن میمیرن، شاید آمار مرگ به 700,000 نفر افزون بشه، بعد اومخ یه مرتبه مثل هند افت میکنه ولی باز همین جای واکسن رو نمیگیرن، برای اینکه باز متخصصین میگن چون همه مردم دنیا باید برسن به 60-70% واکسیناسیون تا این پاندمی، این شیوع بخوابه، سویه های جدید از راه میرسه، میره تو تن اونایی که واکسن نزدن، مثلا صدها نفر، هزاران نفر جهش میکنه و همین الان صحبت از این است که یک ورژن جدید لاندا از آمریکای لاتین داره جوش میخوره میاد و پیشبینی میشه در حدود ماه آبان به همه دنیا میرسه. دنیا یه جوری شده به هم وصله، از یه گوشه دنیا شروع شه به فاصله یه ماه به همه دنیا میره. بنابراین این فصل غم‌انگیز، انصافا غم‌انگیز، این لکه ننگ، این جنایت علیه مردم کشور ما، مردم بیگناه کشور ما به دست شخص خامنه‌ای که الحمدلله سندش هم موجوده، دیگه نمیتونه قایم بشه، نشست جلوی دوربین گفت من ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی رو ممنوع میکنم،
یعنی تنها واکسن هایی که علمی بودن، دنیا میشناخت، امکان تولید میلیاردی داشتن. و یک سال بعد این فاجعه وقتی افتاده، اتفاق افتاده، حالا اومده میگه بری از هر جا واکسن تامین کن. اما واکسن البته اگر همین الان هم وارد ایران بشه، باز پزشکان میگن ممکنه به این موج دلتا نرسه، ولی اقلا جلوی امواج بعدی رو میگیره. این من اطلاعی که دارم، دست کم کوششی که من و خیلی از دوستان ما در جریانش هستیم، چند سویه داره. از یک سو داریم سعی میکنیم اگر از ایران دنبال خرید واکسن فایزر یا مادرنا یا جی ان جی جانسون ان جانسون باشند، این سه تا واکسن امریکایی که امکان تولید میلیونی و میلیاردی داره این کمپانیا، ببینیم اگه میتونیم این کار رو تسریع کنیم. شخصا سعی کردم کانالای گیر بیارم به مدیران ارشد این کمپانی ها و سفارش کنیم که اگه میشه نوبت جلو بندازیم، چون همین الان اگر شما از اینا بخوای بخریم، نوبت میره مثلا ژانویه و اون وقته، برای که همه دنیا تو صف وایسادن بخرن. دکتر من اینو از شما میپرسم، شنیدم که این کمپانی ها آمادگی برای شاید تسهیلات مالی هم بودن به دولت ایران. اینو شنیدم در پشت پرده، آقای جو بایدن هم در این مسئله آماده بودن تسهیلاتی بده. دونم، ولی آقای دکتر احتیاجی به تسهیلات مالی نداره، ایران پول داره. ایران یک کشور عقب افتاده فقیر آفریقایی نیست. ایران 60 میلیارد دلار، 70 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره که دروغ میگن برای خرید واکسن هیچ مانع و اراده‌ای نداره. من همون سال گذشته، یک سال قبل، مرداد ماه که فایزر اعلام کرد رسیده و واکسنش جواب داده، دو ماه سه ماه بعد اجازه FDA امریکا رو صادر کرد، چون بعد 60,000 صفحه داکیومنت درست میکرد میداد تا اجازه بگیره. همون موقع به بعضی دوستان در ایران گفتم آقا برین دنبالش، هنوز تا بقیه سفارش ندادن سفارش بگذارید و بذارید اولین نوبت باشه. کاری که نخست وزیر اسرائیل کرد، آقای نتانیاهو، و گفت گرونتر بهش گفتن میخری $40 داری هر دوزو میخری، گفت هیچ اشکال نداره، من یه روز مملکتم زودتر را بیفته این پولشو در میارم. درست هم میگه، دیده یه نخست وزیر اینطوریه دیگه، باید کلان نگاه کنه. من همون موقع آقای دکتر با دوست عزیزم آقای دکتر رفعت صحبت کردم که خب شما میدونید ایشون نیمه ایرانی نیمه ایتالیایی و دوستان خیلی خوبی در مقامات ایتالیا داره. دکتر رفعت هم با مقامات ایتالیایی صحبت کرد، چون ایران فکر میکنم 4 یا 5 میلیارد یورو پول نفتی که داده به ایتالیا و تحریما بلوکش کرده فقط نزد ایتالیا داره. دکتر رفعت با اونها صحبت کرد، گفتن ما آمادگی داریم این رو میفرستیم به اون سه تا بانک سوئیسی که آمریکا اعلام کرده زیر چشم آمریکاست، از اون محل بانک‌های سوئیسی خب میخرن، هیچ مشکلی هم نداره. از 7 دولت آزاد مواد غذایی داروی، هرگز هم تحریم نبوده و بعدم نه مشکل بانکی داره، یعنی دستورالعمل صریح اداره خزانداری آمریکاست برای خرید غذا و دارو، نه بانک تحریمه، نه بیمه، نه حمل و نقل، نه هیچی. بنابراین همون موقع امکانش بود. اما من قبلا هم عرض کردم، میدونید در ایران به کجا رسید؟ این دوستان ما رفتن وزارت بهداشت، این طرف رفت تو بیت گیر کرد، بعد معلوم شد همین آقای مخبر و دیگران، یعنی شخص آقای خامنه‌ای، اینها جلوشو گرفتن به هوای اینکه ما میسازیم جیبشون رو پر کنن از پول دولت، 200,000 تومان چقدر نمیدونم بابت هر یه واکسن نساخته پول گرفتن و بعدم واردات رو کثافت‌کاری و غیره، شبکه فساد خلاصه که دست شخص خامنه‌ای است جلوی خرید رو گرفت، وگرنه نه پول مشکل بود، نه تحریم مشکل بود، هیچی، همه اینا دروغ و نخرید. من حتی وقتی واکسن جی ان جی هم اعلام کرد، جانسون هم اعلام کرد که رسیده، دیگه گفتم آقا این یه دوزه، دمای یخچالم هست، میشه 2 ماه همه ملت ایرانو واکسینه کرد. 60 میلیون سفارش بدین، هنوز تا
FDA نکرده بدید، ما میریم میگردیم آشنا گیر میاریم، جانسون اند جانسون اگه نوبتی هم باشه بیافتیم جلو، اون که نوبت هم نداشت اون اول باز بله. رفت با همین شبکه فساد گیر کرد و حرفای احمقانه این آمریکا بگید از بلژیک میشه بخریم، از اونجا بخریم، از اینجا بخریم. و آقای دکتر فرمانده سپاه رو دیدی؟ فرمانده سپاه چه مزخرفی گفت؟ اینا در این واکسین یه چیز قاطی کردن. این حرفا دیگه اینا رو باید دو دستی، یه دستی هم کمه تو سر آقای خامنه‌ای زد که فرمانده ارشد نیروی نظامی کشور یک ابله یک حرفایی رو میزنه که خر تو خیابون را میره میخنده. یعنی این او که یه ابله به تمام معنیه، اونی که اینو منصوب کرده به این سمت ارشد رو باید گریبانش کرد. قطعا او هم یک ابله به تمام معنی است که این آدم رو گذاشته. به هر حال آقای دکتر ببخشید من عصبانی میشم وقتی به موضوع واکسن میرسه، ولی ببینید الان ما دو تا تلاش داریم میکنیم. یکی این که اگر از ایران نه کثافتکاری و نمیدونم این فاسدای حکومتی مثل بچه آدم، دستگاه های روشن دولتی مثل چه میدونم وزارت بهداشت، اینا بازرگانی دولتی بخرن، گشایش اعتبار کنند، اگر از این شرکت های بزرگ بریم دنبالش ببینیم میشه به اصطلاح اکسپدایتش کرد، سرعت داد، اگه بشه. اما دومی که فکر من میکنم شاید سریعتر به نتیجه برسه این است که نامه ای رو دبیرکل شورای مدیریت گذار به رؤسای دولت 7-8 کشور نوشته که آقا اگر میتونید به ایران هدیه بدید. و دوستان ما در هر کشوری که هستن دارن دنبال میکنن با دولت‌های این کشورها، کانال‌هایی اگر داریم که اینها اگه بشه چند میلیون هر کدوم هدیه بدن، چون بخصوص کشورهای غربی اضافه داره. در رأسش آقای دکتر امریکاست. امریکا آقای بایدن اعلام کرد در نطقی همین هفته پیش که ما اگر در ماه جون و جولای، خرداد و تیر 50 میلیون دوز در آمریکا تزریق کردیم، همزمان 100 میلیون دوز به دنیا هدیه دادیم. و گفت که در دو ماه آینده ما 200 میلیون دوز دیگه هم به دنیا میدیم و برنامه امریکایی نیست که 500 میلیون دوز واکسن به دنیا هدیه بدیم و تا آخر سال. یعنی به قول آقای بایدن گفت همجوری که روزولت میگفت ارتش دموکراسی، ارتش امریکا رو گفت ما یک ارتش واکسیناسیون به اصطلاح واکسن راه میندازه امریکا به همه دنیا میده و میکنه این کارو، امریکا داره هم بکنه هدیه بده. من شخصا دارم تلاش میکنم از طریق کانالایی به دولت، به پارلمان، به حالا البته کنگره برگرده ماه سپتامبر سر جاش و دست اون بازتر بشه، بلکه بتوانیم از دولت امریکا بخوایم که چند ده میلیون واکسن به ایران هدیه بده. البته اگر آقایون نیان از این مزخرفات بگن و بگن آمریکا میده نمیخواییم، ولی شاید کشوریست که اگر بتونیم قانع بکنیم که واکسن به ایران هدیه بده امکاناتش از همه کشورها بیشتر. البته کانادا هم داره، آلمان هم داره، انگلیس هم داره، اینا همشون واکسن های اضافه دارن. البته همشون هم از طریق سازمان بهداشت جهانی و برنامه کوواکس کمک میکنن، ولی علاوه بتونیم ایران رو در اولویت قرار دکتر احمدی و بانوش خانم حکاکیان هم مثل این که یک کمپینی شروع کردن و یک دیدم خیلی جالب بود این حمله‌ای که به این رژیم کرده بود خانم رویا و اینکه اینا واقعا قاتلن در مورد کرونا. شما در تماس هستید باشون و فعالیتاشون؟ اخیراً نه، البته دوستان خیلی خوب بنده هستن و ارادت دارم خدمت هم آقای دکتر احمدی و هم خانم رویا حکاکیان، نویسنده واقعا زبردست و توانا که پاره کتاب‌هاش از بستلرها در آمریکا بوده، به پرفروش‌ترین ها بوده. خانم حکاکیان مقاله‌ای نوشته بود در مجله معتبر نیویورک بوک ریویو و توضیح داده بود که اف بی آی رفته بهش گفته که جانش در خطره و چیزی داره، اطلاعاتی داره که ممکن است که خانم حکاکیان رو هم
دستگاه ایران بخواد ترور کنه. خودشون نوشته بود، من اول خندم گرفت، گفتم من آخه اصلا چی دارم، من یک ناول نویسم، یه رمان نویسم و داستان می نویسم، به من چی کار دارن؟ FBI گفته بود بهشون گفتم شاید مال قبل این خبرتون، گفتن نه اخیره. خب شما ببینید دکتر سالگر، میگم حالا خانم حکاکیان بیچاره کاری چیزی نکرده، ولی ما پلیس وقتی اومد خونه ما، دو تنشون سه هفته پیش وقتی اومدن، واقعا من وحشت کردم این بار، چون با جزئیاتی قضیه رو برای من میگفتن که من خیلی وحشت کردم. یعنی به هر حال ما باید با این مشکل زندگی میکنیم. شما بنده دوستان دیگر رو میدونید در حالا حالا آقای دکتر میدونید من و شما صبح تا شب گریبان این حکومت رو میگیریم، باهاش در میپیچیم و این حکومت هم ابزارش تروره. ولی خانم حکاکیان جز این که بگیم ایشون از کلیمی های ایرانه و اون کتاب هاش هم واقعا مثلا راجب میکنوس هم داستانی که نفسه خودش هم میگه فیکشنال داستانه. جالبه که حکومت حتی خانم رویا حکاکیان رو هم مشمول التاف خواهد داد. آقای دکتر احمدی هم که پزشک متبحر در دانشگاه ییل، معاون بیمارستان، اتفاقا در ایالت کنتیکات، ایالتی که ایشون هست، یکی از مسئولین ارشد مقابله با کرونا در ایالت خودشون بود آقای دکتر احمدی، و از مثلا مدیریتی میکرد بر واکسیناسیون در اون ایالت و کارهای دیگه. میخوام بگم آدم واقعا حیرون میمونه که این حکومت به جای اینکه صرف حل مشکلات مردم بکنه توانشو، شما رو به خدا ببینید در کنتیکات امریکا دنبال این است که یک زوجی رو که دانشمند و نویسنده دوست خدمت کنیم، بله دنبال این نیست که بلا سرشون بر صورت دکتر الان خبر سویده بودیم که ببخشید میگم، این میدونید که حالا من دیروزم خبرش رو گرفتم، محمد نوریزاد و خانم محمدی رو جلوی زندان اوین به شدت کتک زدن مامورا. من اصلا باورم نمیشه حالا تو زندان میخواییم ببریشون، ببرین چرا کتک میزنیم. و بعد نظر شما رو میخوام بدونم راجع به این فیلم هایی که از زندان اوین اومد بیرون و گوهده، چی بود داستانشو شما تا چه حد میدید؟ ما در اون حدی که میدونستیم باز بود، ولی ظاهرا یه ده بچه ها موفق شدن اینا رو هک کنن. همیشه اونا هک کننده بودن، این دفعه یه گروه دیگر اینا رو هک کرد. ببینید آقای دکتر، من جزئیات دقیق طبیعتا ندارم، ولی فی الجمله میدونم از منابعی که دسترسی داشتم اینکه اونهایی که کمک کردند این هک دوربین ها صورت بگیره، از درون سیستم آدم باشون همکاری کرده، و اینکه حالا دوربین ها رو وعدم کردن که از چون بخش های سیاسی نیست این دوربین ها، دوربین های انفرادی های بخش سیاسی اوین مثل 2 الف و 209 توی این فیلم ها نیست، الان بخش های عمومیه و اسنادی رو هم گفتن داریم منتشر می. این به نظر من ضمن این که این یک سنده، سندیست که امروز دیروز عفو بین‌المللی اعلام کرد که خواستار بازدید از زندان‌های ایرانی، یکی از اسناد بدرفتاری با زندانی‌ها محسوب میشه، خودش ذی‌قیمته. ولی من از زاویه دیگه‌ای برام این جالبه، این فیلم‌ها آقای دکتر، اون مطلبی که اینجا هم ما صحبت کردیم به خوبی نشون میده سیستم امنیتی اطلاعاتی ایران که متکای اصلی آقای خامنه‌ای برای سرکوب مردمه و فکر میکنه با اتکا به اونا میتونه تا ابد حکومت کنه، به شدت متزلزله، به شدت شکاف کنه تا بالاترین رده ها، تا محرمترین لایه های حکومت، حتی درون سپاه ولی امر که سیکرت سرویس و مسئول جون آقای خامنه‌ای است، عناصر ناراضی و پشت به حکومت، به شخص خامنه‌ای، به ولایت فقیه، به نظام جمهوری اسلامی وجود داره و سعی میکنن که به مردم بپیوندن و ضربات به حکومت بزنن و با بخشای از مخالفین هم
حماس دارن. این اون نکته ایست که اگر به زبان مقاومت مدنی بخوایم صحبت کنیم، از سه ستون مقاومت مدنی یعنی اعتراضات، اعتصابات و عدم همکاری ها و ریزش از حکومت، این ستون سوم هم که درست به اندازه اون دو ستون دیگه اهمیت داره، از درون حکومت آغاز شده و حتی از محرم در این جاهاش، یعنی اون حلقه های سخت حکومت، از داخل زندان اوین، از داخل بیت خامنه ای، از داخل وزارت اطلاعات، از داخل اطلاعات سپاه و اون سازمان های 17 گانه اطلاعاتی آقای خامنه ای، از داخل بسیج، از داخل سپاه. و به نظر من مهمترین نکته راجع به این فیلم های اوین، غیر از اینکه خودش ارزشمنده و یک سند زنده است که خب دنیا و دادگاه ها روش میتونن تکیه کنن، این است که عناصری از داخل حکومت همکاری کردن، این دوربین ها را هک کردن و نشون دهنده شکاف های بزرگ در درون حکومت. دکتر سازگارا، آقای مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها پیامی در توییتر نوشته، اظهار خلاصه ببخشید یه همچه اتفاقای افتاده و اینا. بعد آقای زیدآبادی عزیزم یه کامنتی در این مورد داده، نمیدونم تا چه حد کامنت آقای زیدآبادی میشه پذیرفت، که ایشون اشاره میکنه پرسنل عادی زندان هم مانند بقیه ادارات و مردم همه گونه افرادی هستن، خشن و بدجنس و غیره. ولی من خاطراتی که از دوستان زندانیمون شنیدم، مثالی مثل مهدی اصلانی کتاب فوق‌العاده تکان دهنده، عملاً چنین چیزی هست که شاید مثلا توی یه زندان یه نفر آدم رحیم وجود داشته باشه، ولی سیستم او رو هم به یک آدم به اصطلاح شقی تبدیل میکنه. نظر شما اصولا چیه؟ آیا این سیستم نیست و تربیت این کادرها نیست که اونا رو وحشی میکنه؟ من یادمه تو مجلس اولی که اینا خبرگان تشکیل دادن، آقای علی مشکینی، نمیدونم میگم خدا بیامرزش رو نیامرز، گفت بله شکنجه چیز بدی است ولی ما باید این کارو بکنیم به اسم تعذیب. مرحوم دکتر بهشتی گفت آقا به محض اینکه وارد این مقوله شدی ادامه خواهد داشت، جایی توقف نمیکنه دیگه شکنجه. ولی سرانجام حرف آقای مشکینی چند، منظورم اینه آیا این ناشی از یک تربیت و یک نوع آموزش خاص نیست که اون مأمور زندان رو به اون وحشیگری میزنه که مرد نحیفی رو زمین افتاده اونجور میکشنش و فکر میکنه این بدن این اگر به این پله ها میخوره خورد میشه؟ نظر شما چیه که تو اون زندان ها بودید؟ ببینید این قطعا ناشی از سیستمه، سیستمی که در اون انسان‌ها حقوقی ندارن، انسان‌ها در کف جامعه هم حقوقی ندارن. یعنی یه دونه بسیجی اگه توی گوش یه نفر بزنه راهکاری نداره بره شکایت کنه، بره دادگستری، بره دادخواهی کنه یا هر موضوع دیگه‌ای، هر زوری بگه استبداد و اعوان و انصارش در سطح جامعه مردم پناهی نداره، من که قوه قضایی مستقلی نداریم. چه برسه اون وقت داخل زندان، زندان دیگه زندانی به طریق اولا از دید این سیستم حقوق انسانی نداره و به هم دلیلم در زندانهای عادی مثل قانون جنگل زور حرف میزنه، اونی که پول داره تو بند مالی دستور میده براش اینو بیارن اونو ببرن، یا قاچاقچی های گردن کلفت یا اینایی که لاتهای بزرگن و اعوان و انصار دارن حرفای اصلی رو میزنن، همدست پلیس و بازجو و غیره. در زندانهای زندانیان سیاسی هم اساساً بگذرید از آقای دکتر زیدآبادی که زندانی سرشناسی، یا بنده که زندان رفتم به هر حال سرشناس بودم، بعد بالاخره از درون این حکومت اومده بودم بیرون، یک حرمتی رو سعی میکردن نگه دارن. شما بارها و بارها یه دانشجوی معمولی رو که دستگیر میکردن خورد و خمیرش میکردن،
این دیگه من میتونم از 800 دانشجویی که با خود من دستگیر شدن به کرات بعدها از بچه ها شنیدم، کتک زدنشون، شکنجهشون کردن و آزارشون کردن. زندانی اگر ناشناس باشه، بچه های سیاسی میگم، حالا زندانی های عادی که هیچ بیچاره ها و هر بلایی رو سرشون میارن، مثل زندان فشافویه، اما زندانی های سیاسی هم 4 نفر سرشناس رو ممکنه حواسشون یه خورده باشه، برای اینکه میدونن دنیا چشمشون به اوناست، و یا در حکومت پارتی چیزی داشته باشن مثلا هواشون داشته باشن. ولی الباقی رو آقای دکتر هر مگه کم کشتن زیر شکنجه؟ بله. حتی از بین مشاهیر دهه 60 آقای اصلانی اشاره میکنن، سعید سلطانپور رو سرشو کوبیدن به دیوار و کشتنش. بله. رحمان عاطفی یا دیگرانی که ببخشید من سعید سلطانپور رو میدونم اعدام کردن، مرادم یکی دیگه از نویسندگان الان از ذهنم رفته، بسیار رحمان عاطفی و بسیاری کسانه دیگه، بسیار در دهه 60 انتهاش هم در واقع اعدام بیش از 4000 زندانی پربسته تو زندان ها بود، کشتار سال 67. اساسا دوره‌ای که لاجوردی حاکم اوین بود و بعد که اوان انصارش هم بودن و آقای خمینی هم زنده بود و جواز همین شکنجه رو آقای خمینی صادر کرده بود به اسم تعزیر ذیل این سرفصل، که اگر قاضی علم اجمالی داشته باشه که متهم دروغ میگه میتونه او رو به تعزیر 80 ضربه شلاق محکوم کنه، احتیاجم نداره شکن. و میدونید بازجو رو قاضی به اصطلاح ایستاده مینامند، بنابراین او میتونه تصمیم بگیره هر چند تا دلش میخواد شلاق بزنه. و هر علم اجمالی هم یعنی این که حدس بزنه شما یه سوالی که ازت کرده اشتباه و دروغ جواب بده، یعنی مردم رو شکنجه کردن تا امین امروز. یه درنگ کوتاه باید بکنیم به خاطر بعض تکنیک و کاخره، برمیگردیم و پیرامون بقیه قضایی و دکتر سازگارا صحبت کنیم، با ما باشه. با درود دوباره امیرجان صبوری، شعر و آهنگ و آواز. ما این افغانستان رو میخواییم، نه افغانستان طالبان. دکتر سازگارا، این داستان مجلس هم که خوب در جریانش هستی، خیلی جالب بودم حمیدرضا ترقی گفته بود آقا وزرا طوری انتخاب شدن که همه رأی اعتماد میگیرن. این جالب بود، از ابتدا فرموده مقام معظم بود. شما دیدید این رئیسی از تایمی که داشت فقط یه ساعت کمتر استفاده کرد، برای که حرف نمیتونست بزنه. واقعا شما آدم شرم نمیکنه یه همچه آدمی که تصدیق 6 ابتدایی داره بیاد برای دردهای مملکت درمان درست کنه. آقای محسن رضایی هم که آورد، بالاخره این با آرزوش رسید به کاخ ریاست جمهوری، در به عنوان معاون اقتصادی این هر نامزد ریاست شد. ولی شما ارزیابی کلیتون چیه از این دولت و کابینه؟ اولا آقای محسن رضایی شنیدم که علت این که اونجا دستشو بند کردن به یه پست کشکی این است که در دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام با آقای صادق لاریجانی نمیتونسته کار کنه. و صادق لاریجانی مدت ها بوده که دائما غر میزده، گلایه میکرده که ایشونو بردارن از اون دبیری. ولی ایشون که خب حالا آقای رضایی که دست و سپاکه، یعنی و بعدم این پست معاونت اقتصادی، مطمئن باشید با هر کسی که تو سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، این ستا رکن در واقع سیاست‌های اقتصادی در ایران، دعواش خواهد شد اگه بخواد واقعا دخالت. یا بعدم خود مخبر اصلا گفته مسئول. ببینید این کابینه در مجلس که واقعا غم انگیز بود، من راستش رو بگم همش رو دنبال نکردم، برای اینکه آدم دلش به درد می اومد وقتی گوش میکرد یا میخوند حرفای پاره از این وزرا رو. بعضی هاشون مثل این وزیر پیشنهادی آموزش پرورش مثلا، واقعا من نمیدونم اصلا این از تو کیسه کی در بردن. اونم حرفایی که میدونید با
به قول مارکس از قول هگل نقل میکنه این جمله معروف رو که تاریخ همیشه دو بار تکرار میشه، یک بار تراژدی، یک بار کمدی. تراژدیش اول انقلاب بود، نسل ما، نسل انقلاب بود و یه سری شعار رو از دهه 40 پخته شده بود و دهه 50 و بگیر و ببند و انقلاب میکنیم و اینجوری میکنیم، همه اون سیاست ها رو هم تو دهه 60 اجرا کرد و فاجعه شد. یعنی هر کس دستش تو کار اجرا بود به سرعت فهمید که آقا اون حرفا قابل اجرا نیست. من یادمه دوست ما آقای دکتر بانکی رئیس سازمان برنامه که شده بود یه شب در یک جمع دوستانه گفت آقای مزخرفات چیه ما میگفتیم و میگیم؟ ما الان احتیاج داریم به یک دلار سرمایه بیاد تو این کشور، من وزیر با کمر باید دلارشم دست شما چی کنم و این چی حرفا چیه ما با دنیا دعوا کنیم، کشور باید بسازیم کار کنیم. یعنی هر کس مرادم کمی احتیاج به شعور بالا هم نداشت، کمی عقلم داشت، به معنی اینکه دستش تو کار اجرا میرفت میفهمید تو همون دهه 60 که اون حرفا گذشته و بعد برای ساختن کشور کارهای اساسی کرد. به قول یه دوست ما که سردبیر روزنامه پیام مجاهد بود قبل از انقلاب، ارگان نهضت آزادی ایران خارج از کشور، یه بار خصوصی به من میگفت محسن من از این چیزایی که اون موقع مینوشتیم علیشو الان خجالت میکشم، دستم توی اجرای کشور که رفته میبینم که خیلی کارا رو اون بدبخت اشتباه نمیکرد، ما بی خودی فوش میدادیم. و منظورم همون نسل اول چند سالی نگذشت که فهمیدن آقا اون شعار قابل اجرا نیست و اگر اوناییش هم که اجرا شد به فاجعه خلق کرد، مثل اون ملی کردن ها و غیر و غیر. بله. حالا شما ببینید بعد از 40 سال آزمون شکست خورده، این که میگم حالا ورژن کمدیشه، یک عده آدم حالا اینا دیگه فرقشون با اون نسل انقلاب این است که اینا دیگه نه اون فداکاری ها رو دارن، نه اون تحصیلاتو دارن، نه دزدن، فاسدن. آقای مخبر رئیس دوزاست، آقای رستم قاسمی تا خیرخره دزده، میرکاظمی همینجور. اقلا اون نسل انقلاب آدم های سالمی بودند، صادقی بودند. و اینا حالا وزیر دارایی‌شون بود، آقای احسان خاندوزی شده که اصلا به قول خود یکی از همین وکلای باسمه‌ای گفته بود آقا اینایی که ایشون نوشته یه انشای نامنسجم به اسم برنامه، یک تونه از دردهای اساسی اقتصاد کشور توش نیست که میخواد چجوری درمان کنه، مثل تورم، رکود و غیره و غیره. میخوام بگم دکتر نماینده اینا... مهاباد برگشت گفت آقای رئیسی تو 6 ماه پیش رئیس جمهور بودی، چرا اقلا نرفت 4 تا آدم جمع بکنی؟ بعد تو مجلس این وزرا هم دیگر نمیشناختن دکتر. بعدم آقای دکتر من فکر کنم سر کار گذاشتن این رئیسی، چون به قول جوان ها خیلی خوب میشه اسکلش کرد، بیا یه سایت درست کن مردم بیان پیشنهاد بدن که وزیر چی باشه. آخه کجای دنیا وزیر اینجوری انتخاب بعد اون وقت با افتخاریشون میگه بعضی از اینا 50 بار 60 بار پیشنهاد شد. آخه توی یه کشوری که 80 میلیون جمعیت داره 60 تا کلیک کار و کار سختیه، یعنی هر کی به فک فامیلش هم بگه 60 تا میتونن اونجا آدم برن کلیک بذارن. من فکر کردم اقلا مثلا بگه 60,000 70,000. ببینید این دولت به نظر من به هر حال اینا ورژن کمدی اون تراژدی اول انقلاب هست به نظر من. الان دیگه اگر خنده ی من و شما میکنیم زهر خندی یکی از گریه غم انگیزتره. اگه اون اول انقلاب گریه داره، الان واقعا خنده گریه آلود داره. این تیم من از چند تا نکته رو عرض کنم. نکته اول این که به هیچ وجه من میدونم، میدونید در سیاست نباید گفت هرگز، نگوید هرگز، ولی دیگه هر جوری دو تا چهار تا میکنم این دولت امکان حل هیچ مشکلی یا مشکلات مردم نداره. یعنی تصور این که اینا بتونن مشکلی از مشکلات کشور را حل کنن واقعا اصلا در مخیله آدم نمی کنه. نه شعورشو دارن، نه ساختارشو دارن، نه فهمشو دارن، نه هر شفت آلودن تو این شبکه های باندای مافیایی هست. شعارهایی که میدن از اون وزیر خارجه، نه مشکل سیاست خارجی حل میشه، نه مشکل سیاست داخلی حل میشه. و
این نکته اول با یعنی انتظار این که فکر کنید این دولت مشکلی از مشکلات مردم حل کنه انتظار بیهوده. نکته دوم این که این دولت دولت آقای خامنه‌ای، اینو باید به صراحت گفت، هم شخص رئیسی اساره وجود آقای خامنه‌ایه، 12 سال شاگرد فقه ایشون بوده و اصلا منصوب آقای خامنه‌ایه، چون انتخاباتی که برگزار نشد آقای خامنه‌ای ایشونو گذاشت اونجا، همه رو حذف کردن به دست شورای نگهبان، گفتن که بفرمایید این بشه رئیس دولت. و هم وزرا خوشبختانه تو این مجلس از خود قالیباف اون بالا بارها تکرار کرد تا همشون یک تکی که رفتن گفتن مقام رهبری اینطوری گفته، ما حرفای اونیم، ما تابع اونیم، اون ما رو گذاشته. بعضی مثل خطیب وزیر اطلاعات گفتن مثلا آقا تایید کرده. بنابراین این دولت از مخبر که صندوق دوزی آقای خامنه‌ای بوده، بغلس او اصلا اومده شده الان مثل رئیس دولت، چون این دولت هم به لحاظ اجرایی احتمالا مخبر خواهد گردون، تا بقیه شون اینا، این دولت دولت آقای خامنه‌ای. بنابراین ایشون نمیتونه بره قایمشه بگه بندم عرض کرده بودم، یا نمیدونم وایسه یه گوشهی بگه انتقاد کن، دستشو بزن به کمرش بگه اینا خراب کردن، خودشه. این نکته دوم. نکته سوم این که آقای دکتر، این دولت من هرچی نگاه میکنم میبینم یه شرکت سهامیه گنگسترا و دوزاست که هر کدومشونم اندازه سهام یکی از این باندای دزدی و گنگستری کشور، یعنی رأس گنگسترا آلکاپون بزرگه خود خامنه‌ایه و بیتش درنه چه لقمه بزرگه مال ایناست، یعنی معاون اول وزارت نفت، حالا اون وزارت اطلاعات و اینا که جای خودش دستش، اون سپاه مثلا، اون بخش سپاه که اومده و سهمشو گرفته بهش وزارت راه و شهرسازی رسید، رستم قاسمی رو آقای علم الهدا دیگه وزیر آموزش پرورش و خارزادش نمیدونم کیش این یارو وزیر آموزش پرورش اونو چه بونده. یعنی این باندای مافیایی کشور که دوستان روزنامه نگار ما در ایران مدتی است دارن دنبال میکنن، اقلا 10-12 تا از اینا رو شناسایی کردن، دارن اسناد به اصطلاح دنبال میکنن، اینوستیگیتیو ژورنالیسم، روزنامه نگاری تحقیقی، دقیقاً اینا رو پیدا. خیلی هم جالبه، من دیدم لیستی که روزنامه نگارا دارن روش کار میکنن، تیمی واقعا اینا خیلی جالبه، مثلا پشت پرده خیلی اینا با هم همدست هم هستن ظاهرا، شما میبینین تو دو جناح مختلف این باندا هر کدوم به فراخور زورشون که هر کدوم هم یه آلکاپون سرش نشسته و گنگستری و باندای فساد هستن، به اندازه زوری که داشتن از این دولت سهم گرفتن و سهامشون به اندازه زورشون بوده، یعنی وزارت خونه ای که نون و آب درتر بوده یا مثلا نفوذش بیشتر بوده و غیره. بنابراین نکته سوم اینه که این دولت شرکت سهامی یه ده دزد و قاچاقچی و آدمکش و آدمخوری است که هر کدوم به اندازه زورشون یه سهمی از این دولت گرفتن. نکته آخری که عرض کنم این است که به نظر من این آقای رئیسی که حالا شده آیت الله دکتر رئیسی دیگه، خدا به خیر بگذرونه، ایشون به نظر من همین تا همینجا که نگاش میکنم ضعیفترین رئیس دولتی است که تا کنون، یعنی از روحانی هم ضعیف‌تره، چون روحانی واقعا میشد گفت ضعیف‌ترین رئیس دولتی بود که تا به حال دیده شده بود، ولی ایشون همین مقدار که هر اعلا روحانی بلد بود حرف بزنه، حرف خوبی بود، به قول یکی از جوونا نوشته بود هی اومدید گفتید که مسئولین فقط بلدن حرف بزنن، حالا براتون یه رئیس جمهور گذاشتن که حرف زدن هم بلد نیست. یعنی یک رئیس دولتی که به قول یکی از جوانان نوشته بود همش غور میزدید که مسئولین فقط بلدن حرف بزنن، براتون یه رئیس جمهور گذاشتن که حرف زدن هم بلد نیست. آقای رئیسی قطعا ضعیفترین رئیس دولتیست تا همین الان که آدم نگاهش میکنه تا کنون به خودش دیده جمهوری اسلام، و ایشون حتی نتونست مثلا فرهاد رهبر رو که باهاش بود تو ستادش بود و میخواست بذاره سازمان برنامه عرضه نکرد بذارشون، یعنی همین باندای فساد و از تو بیت بهش گفتن، گفت چشم، میرکاظمی رو گذاشته که یک کوه پرونده فساد و دزدی داره. میخوام بگم
این دولت، یعنی دولت آقای خامنه ای و دولت شعاری و بی فهم که مشکلات کشور رو حل نخواهد کرد و دولت ضعیفی، دولتی که سه شرکت سهامی دزداب و گنگسترا و آدم کشا و آدم خوراست به فراخور باندای پشت سرشون هر کدوم یه سهم میگرفتن، یه رئیسی هم داره که حرف زدنش هم بلد نیست و به احتمال زیادم کارای اجرایی دست آقای مخبری میره که حالا او هم تازه پشت پرده اومده بیرون تو همین چند روزه حرف زده، همین دیروز فکر میکنم مصاحبه کرده بود و صحبت کرده بود، یه هوچیه به تموم معنی اومده میگه که مشکل دولت قبلی کالاهای اساسی نبود، ما حل کردیم. حالا 14 روزه مثلا اصلا دولت اومده، هنوز وزیراش نرفتن توی وزارت خونه هاش و آقای رئیسی با چند تا مسئول خارجی صحبت کرده، مشکل پولای بلوکه شده هم حل میشه. یعنی احتمالا ما با دولتی مواجه خواهیم بود، مثل این داستان واکسن برکت که همین آقای مخبر این بلا رو سر ملت ایران آورده و چاخانایی که میکردن ما صادر میکنیم، آمریکا هم میاد محتاج ما میشه و غیره. احتمالا دولت از این به بعد از این حرفا ازش زیاد خواهیم شنید، از این حرفایی که احمدی نژادیه. در واقع ما یه دقیقه و نیم وقت داریم، فقط یه سوال. دیروز آقای حامد کرزای و آقای دکتر عبدالله با سفیر رژیم در کابل ملاقات کرد و اخیراً دیدید که یه در نظامیای افغان که اومدن به ایران، ایران تحویل طالبان داد. حالا قرارم اینه که این موضعی که جمهوری اسلامی گرفته، آیا اینها انقدر نادانن که نمیدونن در پس ذهن طالبان چیست وقتی دختر شیعه رو میگن کنیز و پسر شیعه رو میگن غلام؟ یعنی اینا انقدر احمقن؟ قاعدتا میدونن آقای دکتر، ولی دو تا نکته من میتونم بگم. یکی اینکه در تمام سالیانی که طالبان شاید 30-40% افغانستان دستش بود، تا همین امروز 100% افغانستان دستشه، مناطقی که دستش بود تریاک رو کشت میکرد و می آورد تحویل یک سردار سپاه در زاهدان میداد به سرتیپ دوم مسئولشه و او پاسوان میکرد، به اصطلاح از خاک ایران رد میکردن، البته چند تا کامیونشان داخل ایران توزیع میکردن، میبردن مرز عراق اونجا هم همین عناصر حزب الله و هشت و شبی اینا میبردن تا لب دریای مدیترانه، تحویل کارتلای بین المللی. و این مال و تجاره در این سالیان یکی از منابع مهم مالی طالبان بوده، حدود 445 میلیون دلار طالبان درآمد داشت، اون طرف مرز سپاه میرسون بیش از 1 میلیارد دلار داشت، لب دریای مدیترانه مال و تجاره چند میلیارد دلار میشد، وقتی میره به خرده فروشی در 12 میلیارد دلار بیشتر میارزه. میخوام بگم ارتباط قاچاقچیگری با طالبان احتمالاً یک لینکی است که باهاش دارن و بیشتر هم خواهد شد. دکتر همینجا نگه دو، هفت برنامه بعدیمون حتما قضایا روشن‌تر شده با شما صحبت خواهم کرد. دیروز من گفتگوی داشتم با آقای فهیم دشتی، رئیس دفتر احمد مسعود، بسیار عالی بود، تو برنامه پخش شد به مدت 1 ساعت. شما هم در جریان قرار میگیرید، بعد ما با هم هفته آینده بخش مهمی رو روی این قضیه میذاریم. ممنونم ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، تا دیدار بعدی، همه شما را به پروردگار عزیز و عاشق